سلام همگی، چطورید؟ با برملا شدن وجود تمدن باستانی در اعماق دریا، آتش شروع اشتیاق برای پیدا کردن گنج تو دل تمام دزدان دریایی جهان شعله ور شد. دکتر وگاپانک میرفت تا آخر راز اراده دی رو که همه به دنبال دونستنش بودیم و توضیح بده، اما گروسه ای سرانجام به چیزی که میخواستن رسیدن و نیروی دریایی داره تمام تلاششو برای جلوگیری از فرار کلاه اسیری ها انجام میده. چپتر 1117 با عنوان مو و سه نقطه یا موتور رو نشون میده که داره نکوماموشی رو بغل میکنه. حرف مو که نیمه تموم مونده مربوط میشه به آخرین حرفای وگاپانک که جلوتر بهش میرسیم. تو جزیره دزدان دریایی همشون از شنیدن حرفای اصطلاح به وجد اومدن، چون احتمال داره که تو کف دریا گنجهایی از 900 سال پیش وجود داشته باشه. یکیشون با بیعق صدا زدنش میگه که جهان همش از شهرهای طلایی ساخته نشده. یکی دیگه هم اشاره میکنه که این شهرها 200 متر زیر آبن و اگرم بتونن بهشون برسن، هیولاهای دریایی لقمه چپشون میکنن. خب کشتیایی هستن که میتونن به زیر آب برن و مثل زیر دریایی هن، مثل کشتی پولار تنگ لا، ولی این کشتی ها خیلی گرونن. بعضی از دزدان دریایی به دیدن و ازدواج با پری دریایی علاقه دارن. خلاصه همشون کنجکاون که ببینن زیر آب دریا چه خبره، و این چیزی هستش که دولت جهانی نمیخواد. خیلی جالبه که بعد مدت ها جین، کرگ و پرل رو از دزدان دریایی کرگ میبینیم. در گراند لاین اتحادیه سارویاما رو میبینیم. مونت بلانک کریکت اشاره میکنه که داستان جوی بوی از جدش نولاند هم قدیمی تره و خیلی رومانتیکه. ماسیرا و شوجو و غواصای اوتان به شدت خوشحالن، چون قرار بعد مدت ها ماجرای زیر آبی داشته باشن. غواصان اوتان به شدت تو عملیات های زیر آبی مهارت دارن و با قدرت شنوایی بالاشون به راحتی میتونن همه چیزو زیر آب شناسایی کنن، که این راه کشف کردن شهرهای زیر آبی رو براشون راحت میکنه. میریم به بیمارستان نیروی دریایی. کوبی زنده است و هیباری با اشاره به پیام وگاپانک بهش میگه که حرفای اصطلاح مربوط به وامپیس و آدمو به فکر فرو میبره. تو اتاقی که گروه ویژه شمشیر نیروی دریایی مثل پرنس، هلمپو و هیباری و کوجاکو کنار کوبی جمع شدن، کوبی میگه که از شدت اطلاعاتی که وگاپانک بهشون داده مغزش به کار افتاده و داره بیهوش میشه. از این رو این پیام ها رو بعدن مینویسه. کوجاکو بهشون خبر میده که ریکاوری کاپیتانشون داره خوب پیش میره، ولی فعلا میخواد تنها باشه و نمیخواد کسی رو ببینه. کوبی میگه که قضیه داره به اوج خودش میرسه و حاد میشه. پرنس با تایید حرفای کوبی اشاره میکنه که به نظر میاد قرار حرفایی که شنیدنشون سخته رو بشنون، و کوجاکو هم میگه که وقتشه که دست به کار بشن و خودی نشون بدن. و اینجا ایکس دریک رو میبینیم که در سکوت داره حرفای وگاپانکو گوش میکنه. به نظر من هدف اودا از نشون دادن گروه شمشیر اینه که نسل جدید نیروی دریایی قرار برخلاف خواسته های دولت جهانی که کشتن مردم و خفه کردن مخالفاش هستش عمل کنه. تو نیو ورلد اسموکر رو روی موتور مشهورش بیلوئر میبینیم که داره تو آب ازش استفاده میکنه و از تاشیکی میپرسه که کجاست، که تاشیکی جواب میده که تو بیمارستان مرکزیه. به نظر میاد که بعد شنیدن پیام اصطلاح، اسموکر میخواد نیروهای دریایی رو برای یه کاری جمع کنه که امکان داره هدفش رفتن به اکد یا زیر آب باشه. دکتر وگاپانک به حرفاش ادامه میده و میدونه که حرفاش برای مردم گیج کننده و نامفهومه، ولی نمیتونه بیشتر از حس و گمان به حرفاش اضافه کنه. همه با شروع اشتیاق میخوان بدونن که راجر چه چیزی از خودش باقی گذاشته و وامپیس چیه. برمیگردیم به اکد. در حالی که نامی متوجه برداشته شدن دیواره لیزری میشه، صدای بلندی میترسونتش. چاپر متوجه میشه که ابرها دیگه کشیده نمیشن، چون ناسجورو ماشین ساخت ابر رو از کار انداخته. اما اوساب میگه که نگران نباشن و با همین اندازه هم میتونن به دریا برسن. لیلی حرفش رو تایید میکنه، اما مشکل بزرگی که دارن اینه که زیرشون پر از کشتیه و اگه بیفتن بد میشه. بروکس اعلام میکنه که بشکه های موتور سانی رو پر از کولا کرده و میتونن شروع به حرکت کنن. نامی میگه که خوبه، ولی هنوز جینبه و زورو خودشون رو نرسوندن. جینبه در حالی که زورو رو با خودش برداشته میگه نزدیکن، اما به ناچار دارن هیولای عجیب که ناسجورو باشه رو دنبال میکنن. نامی بهش میگه که وقت گشتن نیست و سری خودشون رو برسونن، ولی جینبه میگه که نمیگردن و وقت تلف نمیکنن، بلکه این هیولا داره به سمت سانی میره، پس مراقب باشن، چون چیز عجیب و غریبی از این موجود احساس میکنه. که اینجا سنت ناسجورو با پریدن روی تکه
ابری میره تا سانی رو همراه با تمام خدمش نابود کنه. چشمای چاپر و اوساب و لیلیت از اینکه یک گروسه بهشون حمله کرده از شدت وحشت بیرون میزنن. جیمبه که میبینه وضع خرابه با تکنیک فیشمن جوجوتسو کاتاگوراما زورو رو به سمت ناسجورو پرتاب میکنه و زورو با سبک دوشمشیری نعمت سخاواتی راشومان همراه با هاکی فاتح جلوی ضربه ناسجورو رو میگیره. در حالی که این دو با هم قدرت میشن، زورو متوجه شمشیر کیتتسوی ناسجورو میشه و بعدش هر دو به خاطر قدرت برابر پرت میشن و جیمبه زورو رو میگیره. اول بگم که آخر تئوری هامون درست از آب در اومد و زورو قراره کسی باشه که جلوی ناسجورو بمونه و چیزی که اینجا مشخص شد اینه که ناسجورو یکی از قوی ترین شمشیرهای جهانو بین شمشیرهای میتو داره. زورو الان شمشیر وادو ایچی مونجی و انما رو از درجه عالی و سایندای کیتتسو رو از شمشیرهای درجه دار داره، اما همونطوری که زورو اشاره کرد شمشیر ناسجورو کیتتسوه و این شمشیر شودای کیتتسو نام داره که مثل یوروی میهاک موراکو موگیری ریش سفید و ایس راجر قدرتمندترین شمشیر جهانه. حالا نامی نگران زورو و جیمبه میشه، اما زورو بهش میگه که وقتی نمونده و کشتی رو پرتاب کنن و خودشون بعدن میپرن روش. میریم به شمال شرق اکت که نیروی دریایی میخواد کشتی جاینت ها رو نابود کنه. بانی داد میزنه که چرا هنوز کلاه اسیری ها خودشون رو نرسوندن، سریعتر باید برسن چون بیشتر از این نمیتونن دووم بیارن. معاون دریا سالار هاوند به سربازاش میگه که با اینکه انگار کشتی جاینت ها از افسانه اومده، اما فقط یک کشتیه، برای همین غرقش کنن. سانجی که میبینه سیگنال هاشون به لوفی نمیرسه خودش صداش میکنه که لوفی از داخل آتیشا جواب میده که دارن میرسن و آماده ی حرکت بشن. سانجی هم سری میفهمه که این صدا 100% برای لوفیه و اطلس میره تا کشتی رو آماده کنه. دوری و بروگی هم به خدمش اویمو و کاشی دستور میده که کشتی رو آماده کنن. در حالی که نیروی دریایی به شلیکاشون ادامه میدن، جاینت ها با حمله کردن بهشون سعی میکنن که مسیر رو باز کنن. معاون دریا سالار اوربن به سربازاش میگه که از جاینت هایی که از صدها سال پیشن و مثل فسیل میمونن نترسن، اما جاینت ها با بدن بزرگشون بیرون میان و شروع به غرق کردن نیروی دریایی میکنن. تو این شرایط بلوگرس میاد و به نیروی دریایی یادآوری میکنه که باید الگوهای عدالت باشن، برای همین بهشون میگه که عقب نکشن و با جلو اومدن تبدیل به ستاره بشن. بلوگرس با هیولای رباتیکش لیزری قدرتمند به کشتی میزنه و سوراخش میکنه و ناگهان معاون دریا سالار دال با مشت راکن رول بلاستر میخوابونه تو صورت یکی از جاینت ها. نیروی دریایی با کمکی که فرمانده هاشون بهشون میکنن به وجد میان و میخوان کار جاینت ها رو یکسره کنن، ولی خب این لحظه های باشکوهشون زیاد دووم نمیاره چون هم کلاه اسیری ها تو راهن و هم لوفی داره میرسه. لوفی که دیگه تو گیر پنجش نیست متوجه میشه که گرازی که سنت وارکری باشه دیگه دنبالشون نمیکنه. دوری و بروگی خوشحال میشن و میگن که الان بهترین فرصت برای رفتن به کشتیشونه، اما براش جای سواله که این گراز کجا رفته. خب بچه‌ها، این گراز همراه با سنت جوپیتر و ساترن و مارس رفتن سراغ جاینت آهنی تا بزننش و از پخش پیام جلوگیری کنن. سنت مارس با دیدن جاینت آهنی متوجه میشه که این همون جاینتی هستش که 200 سال پیش به مریجوا حمله کرد. اینجا دکتر وگاپانک اعلام میکنه که میخواد آخرین پیامشو قبل از تموم شدن ویدیوش بده. این پیام برای کساییه که تو تمام جهان پخش شدن، کسایی که حرف دی رو تو اسمشون دارن، که اینجا ما مانکی دی دراگون رو میبینیم، سابا رو میبینیم که به دی بودن لوفی و ایس اشاره میکنه و کوبی هم گارپ و لوفی رو به یاد میاره که حرف دی تو اسمشون دارن. ریش سیا رو میبینیم که اسمش مارشال دی تیچ هستش و به پو هم با صدا کردن کاپیتانش به دی داشتن ترافالگاردی واترلا اشاره میکنه. سنت وارکری با لعنت کردن استلا به سمت جاینت حمله ور میشه و وقتی دکتر میگه که بین این آدم ها مو و سه تا نقطه، پیام قطع میشه چون وارکری با ضربه محکم جاینتو پرت میکنه و دندن موشی داخلشو از کار میندازه تا دیگه پیامش ادامه پیدا نکنه و میگه که دیگه بس وگاپانک. این جاینت آهنی مثل این که باید این دفعه هم یه معذرت خواهی دیگه آماده کنه و این دفعه برای لوفی باشه، اما خب دیگه تقصیری هم نداره چون دیگه لوفی تو گیر پنج نیست تا با صدای قلبش شارژش کنه و همین اندازه هم که وقت گروسه ای رو تلف کرده برای فرار لوفی کافیه. میپرسی سینا منظور وگاپانک از مو چی بود و چطوری ما ادامه حرفش رو متوجه بشیم؟ خب بچه ها، کانجی که اینجا به کار رفته فقط معنی مو داره. مو تو ژاپنی به
معنی علاوه بر این میشه، ولی میتونیم اینجا ببینیم که حرف کامل نشده و انگار کلمه ادامه داری هستش. به هر حال مردم تو تمام جهان از قطع شدن پیام شوکه میشن، به خصوص ویوی و مورگان که میخوان مفهوم حرف دی رو مثل ما بدونن. اما گروسه و وگاپانک یورک از قطع شدن پیام خوشحالن. حرف دی یا همون اراده دی کاملا مشخص نیست که چیه. چیزی که مشخصه اینه که دولت جهانی نمیخواد مردم از مفهوم حرف دی خبردار بشن. وقتی راجر تو فلش بک داشت با ریش سفید حرف میزد، گفت که دولت جهانی از عمد اسمشو گود راجر اعلام میکنه. با اینکه بارها به دونستن مفهوم دی نزدیک شدیم، مثل فلش بکی که راجر برای ریش سفید معنیشو گفت، اما هنوز به صورت رسمی مشخص نیست که چیه. کسایی که حرف دی تو اسمشونه بیشتر اوقات تو یه خانواده‌ان، مثل راجر و همسرش روگ و پسرش ایس، یا گورپ و دراگون و لوفی و لیلی و کوبرا و ویوی. و سوال هم یادمون نره که جاینتی هستش که خانوادهش همشون حرف دی رو تو اسمشون داشتن. اگه فقط این اسم خانوادگی بود میشد گفت که چیزی هستش که آدم به ارث میبره، اما بودن مارشال دی تیچ، کارفالگار دی واترلو، راکس دی زبک تایید میکنه که چیز ارثی نیست. و یادمون نره که تو فلش بک لوفی و ایسم به سابو هم حرف دی رو دادن و شد سادی بو. ایمو تو جواب کوبرا که پرسید معنی دی چیه، گفت که این حرف به کسایی داده شده که دشمن بیست پادشاهی بودن. ما میدونیم که اولین کسی که از بیست پادشاهی جدا شد و برای دشمنی با دولت جهانی پونیگلیف ها رو تو جهان پخش کرد، نفرتاری دی لیلی بود که اولین دارنده ی حرف دی تو اسمش در تاریخ وانپیسه. لیلی نمیخواست مثل بقیه پادشاه ها آزادیشو از دست بده. از این رو کسایی که حرف دی تو اسمشونه اشتیاق زیادی برای آزادی دارن و بدون توجه به عاقبتش میخوان به آرزوشون برسن. ریش سفید قبل از مردنش گفت که دولت جهانی نمیتونه با کشتن کسایی که حرف دی تو اسمشون دارن جلوشون رو بگیره، بلکه یک نفر دیگه اراده دی رو به ارث میبره و به آرزوی راجر میرسه. برای همینه که کسایی که این اسمو دارن مثل ایس با لبخند میمیرن. وقتی روزینانته فهمید که لا هم دی هستش، گفت که کسایی که حرف دی دارن دشمن باستانی خدا هن و این خداها اژدهای آسمانی دولت جهانی هن که خودشونو خدا میدونن. خلاصه شما در مورد حرف دی چی فکر میکنید؟ حتما توی کامنت ها بگید و فکر کنم که باید چند سالی هم برای مفهومش منتظر بمونیم. ای کاش که دکتر 10 دقیقه در مورد قهوه حرف نمیزد. روی ویدیویی که روی صفحه میبینید کلیک کنید و ببینیدش. دوستتون دارم و شما رو توی ویدیوی بعدی خواهم دید. آیرو گنگ.